سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد دارم که نمونه سوال شماره P57 از نمونه سوالات امتحان APM امتحان مورد نیاز برای ورود به دانشگاه های ملی وین و دانشگاه TU وین رو بررسی کنم. خب، صورت سوال به این شرح که گفته که آینه پولینوم فانکسیون، یعنی یه دونه چند جمله ای که دامنش از R تا R، یعنی همه اعداد حقیقی، و معادلش اینه Y مساوی X به توان 3 به علاوه AX2 به علاوه BX به علاوه 3 حد ذات پوینت S 1 منهای 3. خب یعنی نقطه ذات پوینت S 1 منهای 3 رو داره. توی هیچ کدوم از مثالهایی که تا حالا حل کردیم هیچ وقت با ذات پوینت مواجه نشده بودیم، ولی ذات پوینت خیلی مفهوم پیچیده نیستش. ذات پوینت نقطه‌ایه که توی اون نقطه هم مشتق تابع برابر صفره، یعنی هم شیب تابع برابر صفره، شیب منحنی، و هم مشتق دوم تابع یا شیب مشتق تابع برابر صفره. بنابراین اف پریم x مساوی صفر و f پریم f دبل پریم x مساوی صفر، که اینجا x ما یکه. بعد گفته که بشتیمن زی دن فانکسیونز ترم، فانکسیونز ترمش هم اشتباه نوشته فون f. خب ببینیم که چطور میتونیم حلش کنیم. ما یه نقطه داریم، معادلش رو داریم، مشتقش رو خودمون میتونیم بگیریم، مشتق دومش هم میتونیم بگیریم، خیلی راحته، و میدونیم که توی f1 تابعمون مقدارش مساوی منهای 3 بر اساس این نقطه. بنابراین میتونیم این معادله رو از روی این بنویسیم. مشتقش رو که گرفتیم طبق همین چیزی که گفتم و طبق اینکه این نقطه ذات پوینت هست و توی این نقطه در واقع شیب تابع مساوی 0 هست، یعنی نقطه x مساوی 1، میتونیم این معادله رو بنویسیم و جایگزین کنیم x مون رو با 1 از روی این معادله، و مشتق دومش هم توی ذات پوینت مساوی 0 هست، یعنی این دوتا جفتشون مساوی 0ه. پس بنابراین توی این معادله هم میتونم x رو 1 جایگزین کنم و از این طریق خیلی راحت a به دست میاد، a مساوی منهای 3. حالا که a رو دارم توی این معادله، a رو جایگزین میکنم و b به دست میاد اینجا، و توی این معادله آ و ب رو جایگزین میکنم و سه هم به دست میاد که مساوی منهای 4، و میتونم بنویسم دیگه این تابه رو، معادله تابه رو میتونم با به جای فانکسیونز ترماش این عدد رو قرار بدم و به این صورت بنویسمش.